شاهرخ مسکوب در سال 1304 در بابل به دنیا آمد. اصل و نسب او از کاشان بود. تحصیلات ابتدایی و قسمتی از متوسطه را در زادگاهش انجام داد. سپس پس از چند سال اقامت و تحصیل در تهران همراه خانواده به اصفهان آمد. کتاب زندگی نامه من حدیث نفس را که می گشایی در نخستین صفحهش می خوانی به یاد شاهرخ مسکوب که هرگه قلم برداشتم پشت سرم ایستاده بود و قلم را ره می نمود. آشنایی من و شاهرخ در کلاس شش ادبی آغاز شد و تا سال 1384 و مرگ او در پاریس ادامه داشت. هر دو اهل کتاب و شیفته ادبیات بودیم و شدیم دوست نزدیک. از صد کنکور دانشکده حقوق که گذشتیم در پایان تعطیلات تابستان 1324 من و شاهرخ به اتفاق رهسپار تهران شدیم. جنگ چند ماه پیش پایان یافته آلمان بدون قید و شرط تسلیم شده بود. در این سالها حزب توده قبله آمال جوانان بود. یکی از سرگرمی‌های ما رفتن به کلوب حزب در خیابان فردوسی و شنیدن سخنرانی‌ها بود. هر روز عصر با اشتیاق در آنجا حاضر می‌شدیم. مات و مسحور حرف‌های تا کنون ناشنیده سران حزب را می شنیدیم. سپس تا نیمه شب بحث می کردیم و با هم کلنجار می رفتیم. شاهرخ در همون سالها به حزب توده پیوست و توری نکشیده کادر رسمی تشکیلات کل و مسئول امور حزب در استان فارس شد. شاهرخ پس از کودتای 28 مرداد در اوایل اسفند 1334 دستگیر شد و تا اردیبهشت 1336 در زندان بود. شاهرخ مسکوب هیچگاه زندگی راحت و به سامانی نداشت. ازدواج نخست او نابهنگام روی داد و ناگزیر به جدایی انجامید. شاهرخ بعد از انقلاب با وضعی فکار به پاریس کوچ کرد. خودش بیکار، همسرش بیمار و دخترش آسیب پذیر و ناتوان. در تهران یکی دو مقاله تند در روزنامه آیندگان نوشته بود و از کشور رانده شده بود. در اوج ناامیدی و سرگشتگی معجزه‌آسا راه فرجی پیدا شد و در انستیتوی مطالعات اسماعیلی به کار پرداخت. در مرخصی‌هایش معمولاً به لندن پیش ما می آمد. در یکی از این سفرها روزی آسمان آبی و هوا آفتابی بود و نسیمی دلنواز می وزید که در این دیار ابرآلود طرفه حال و هوایی است. فکر کردیم شاهرخ را به گردشگاه نادیده‌ای ببریم. رفتیم به دامن
خلنگزار و بیشه و دریاچه و پستی و بلندی کنوود در شمال شهر. اینجا روزگاری گردشگاه کارل مارکس بود. او روزهای یک شنبه خانواده‌اش را از این تپه بالا می برد و در شیب راه برای آنها شکسپیر و شیلر و شعر می خواند. روزهای هفتگاه با فردریش انگلز که در همین نزدیکی می زیست، اون دو چالاک به هر سو قدم می زدند و لابد درباره کمون پاریس، انترنشنال دوم و ماهیت کاپیتالیسم بحث می کردند. اما صحبت مریدان امروزی بلکه هم دیروزی آنها به این تراوت یا برودت نبود. ما پایین تپه لابلای انبوه درختان مدتی گم شدیم. سرگردان خسته بر سر سنگی نشستیم. شاروخ سرمست طبیعت و چشمنداز دوربر دلغکیش گل کرد. این میک را می شود خرید؟ چرا نشود؟ پول کافی اینجا در حساب من هست؟ گمون می کنم. اگر کس داری بگویم احمد برایت بفرستد. نه، خیالتون راحت باشد. پس زودتر دست به کار شو. حیف از دست بره. چشم. ولی این دلغکبازی و چرت و پرتگویی ها همیشه به درازا می کشید و ناهید با همه خونسردی اغلب جوش می آورد و نهیب می زد دیگه بسه و ما ماست ها را کیسه می کردیم. باری از اون پس هر وقت شاروخ به لندن می آمد همین که خورشید لبخند می زد می گفت برویم به املاک و مستغلات سری بزنیم و هنگام گردش در گوشه و کنار کن بود با قیافه مالکانه و لحن عتاب‌آمیز دستورهایی برای ترمیم و بهبود و رفع نواقص اونجا می داد و من در نقش پیشکار او بله قربان، بله قربان می گفتم. شاروخ مسکوب شخصیت دوگانه داشت. پشت سر شاروخی که مدام لیچار می گفت و مسخرگی می کرد شاروخ دیگری پنهان بود. شاروخی بسیار جدی. حالان که خودش به گفته خود از آدمهای جدی بیزار بود. قیافه می گیرند، حرفهای گنده می زنند و انگار از بشریت طلبکارند. من از دیرباز همه کارهایم را ترجمه یا نوشته پیش از چاپ از صافی شاروخ می گذارندم. او هم از این ناپرهیزی ها گاه می کرد. داشتم میان کاغذهای او می گشتم به یاد داشته زیر برخوردم که همراه مقاله افسانه طبیعت برایم فرستاده بود. حسن جان، بعد از سلام، این هم تخم دو زرده تازه کسی که از تخم افتاده. افتادگی آموز اگر طالب فیضی. فصل اول کتابی است که اگر غیرت و اون باشد فصل بعد درباره زنان و امور زنانگی است. سوم و چهارم و شاید پنجمی هم داشته باشد با یک مقدمه 7-8 صفحه‌ای. این 10-12 روز دیگر برای چاپ فرستاده می شود. هنوز تمام نیست و دستکاری هایی دارد. اگر چیزی برای تکمیل یا حشو و زایدی به نظرت برسد که باید ارائه شود، به قول ما فضلا خسیس العلم نباش.
بگو و ناهید را فراوان ببوس، البته به وکالت از طرف من و به اصالت از طرف خود سید حشری شهوت پرست شهوترانت قربانت شاروخ. 18 اوت 92. در سپتامبر 1997 شاروخ برای عروسی پسرم مرید به لندن آمده بود، ولی شاهد یک سوگواری دیدنی هم بود. در همان روزها پرنسس دیانا در پاریس در نیمه شب کنار معشوقش و راننده ای مست در یک تصادف اتومبیل جان سپرد و میلیون ها تن انگلیسی و غیر انگلیسی در ماتم او گریستند. من و شاروخ و سیروس غنی برای تماشای عزاداری مردم به هایت پارک باغ کنزینگتون رفتیم. جمعیت هیجان زده در به گفته شاروخ جنونی آرام، خرمن خرمن گل، خرس اسباب بازی، سروده های سوزناک و یادداشت های عجیب و غریب شخصی در محوطه پشت دیوار کاخ اقامتگاه دیانا به یادگار گذاشته بودند. منظره شگفت انگیزی بود. شاروخ می نویسد بی عدالتی دردناک و چاره ناپذیری است که مانند کارد مغز و استخوان را می شکافد. یکی می میرد و هزاران نفر زار می زنند. هزار هزار را می کشند. چند صد هزار تن همین چند ماه پیش در آنگولا و زئیر. و داد کسی از جمله خود من در نمی آید. شبی هم با شاروخ و هوشنگ برادرم و مهری همسرش و ناهید رفتیم به پیانو کنسرتوی راخمانینوف در آلبرت هول. مهری که خود پیانو می نوازد و در تهران درس پیانو می دهد کیف سرشاری کرد. اغلب چشمهایش بسته بود و لابد در ذهن زیر و بم آهنگ را تمرین می کرد. شاروخ از ذوق در پوست نمی گنجید. چند روزی بعد ما به بازدید شاروخ که تازه از ایران بازگشته بود و نیز دیدن نمایشگاهی از سزن به پاریس رفتیم. شاروخ در یادداشت‌هایش در روزها در راه می نویسد حسن و ناهید دو سه روزی است که اینجا هستند. پری شب رفتیم به دیدن نمایشگاه سزان در گراند پاله. حیرت انگیز بود. گاه جلو بعضی از تابلوها بی اختیار لرزه بر اندام آدم می افتاد. زیبایی وقتی به نهایت برسد، به قدرت، به شکوه، به شکوه عشق یا مرگ است. در برابرش احساس می‌کنی که خلع سلاحی، نوعی تسلیم و بیخیشتنی، رهایی خوشایند و سکرآور، البته نه در برابر مرگ. این دیدارها همون زیارت مؤمنان و نمایشگاه همون نیایشگاه آنهاست. امروز انگار به جای دین هنر است که آدم یا اقلن بعضی از آدم‌ها را از ابتذال روزمره، از ملال کدر خاک بر می‌کند. و دو روز بعد می‌نویسد بعضی وقت‌ها زمان از من می‌گریزد. غزاله را از دیشب تا حالا ندیدم. حسن و ناهید امروز ظهر برگشتند، ولی انگار مدت هاست که دخترم را ندیدم و حسن و ناهید اینجا نبودند. چرا؟ امروز هوا بارانی و آسمان تاریک بود. به نظرم می آید
از روشنی آفتاب که ماه گذشته در کوههای بختیاری دیدم سالهای سال گذشته است. هنوز یک ماه نشده. آیا دوری مکانی زمان را هم دور می کند؟ صبحگاهی با زنگ هراس‌آور تلفن از خواب پریدم. صدایی نرم و ملایم از پشت خط گفت به درخواست شاروخ تماس می گیرد و اضافه کرد شاروخ دیروز در نیویورک عمل قلب کرد. حالش خوب است. خودش خواسته به شما خبر دهم. می توانید با او صحبت کنید و شماره بیمارستان را در اختیارم گذاشت. دستپاچه تلفن زدم. غزاله دختر شاروخ گوشی را برداشت. سپس خود شاروخ روی خط آمد و بی اعتنا به هول و هراس من مقداری لیچار گفت و دلقکی کرد که این قلب هوسباز بالاخره کار دست ما داد و توصیه که نگران نباش، بادنجان بم آفت ندارد. برای شرکت در نشست سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه مسا به اورلاندو فلوریدا رفته بود. در حین این جلسات دردی در سینه احساس می کند ولی چیزی به روی خود نمی آورد. در بازگشت چند روزی مهمان دوستانش وحید و محشید نوشیروانی در نیویورک بود. همون روز نخست با اتومبیل جایی می رفتن. تصادفاً صحبت از ناراحتی قلب می شود. شاروخ می گوید قلبش در پاریس گاه گاه قلقلکش داده است و در فلوریدا هم وحید بیدرنگ سر خود را کج می کند و پیش پزشک آشنایی متخصص قلب می رود. اونگاه بیمارستان، معاینات مختلف و چند ساعت بعد عمل قلب باز، رگ‌های قلب سخت گرفته بوده است و پزشک جراح به غزاله می گوید اگر با این وضع پرواز می کرد زنده به زمین بر نمی گشت. شاروخ بعد از این عمل اغلب علیل بود و دیگر هیچگاه کاملا تندرست نشد. نوروز 84 به رسم هر سال رفته بودیم تهران. روز دوم یا سوم دیرگاه شب زابرا از خواب پریدم. تلفن زنگ میزد. دوستمان حاجی بود از سان فرانسیسکو. لب که گشود قلبم فرو ریخت. گفت غزاله شماره تو را در تهران نداشته، به من تلفن زده. شاروخ در بیمارستانه، دکتر 72 ساعت بیشتر به اون مهلت نداده. و زد زیر گریه. به حق افتادم. گوشی را گذاشتم. بی اختیار زار زار گریستم. ناهید در کنارم آشفته سراسیمه یک ریز میپرسید کی مرده؟ سپس دست گردن هم هر دو نشستیم به اشک ریختن. ناهید گفت باید با اولین وسیله خود را به پاریس برسانی. خودم هم در همین فکر بودم. روز بعد تنگ غروب احمد خواهرزاده شاروخ در هوای سرد و بارانی پاریس از فرودگاه اورلی به بیمارستان کوشان رساندم. شاروخ در بستر بیمارستان رنگ باخته و نزار گوشه چشمی گشود. مرا که دید خنده همیشگیش بر لب آمد. با همه ناتوانی خدنگ در بستر نشست و متعجب پرسید تو اینجا چه میکنی؟ با احمد در راه فرودگاه قرار گذاشته بودیم که نگویم از
تهران میایم. گفتم رفتنم به تهران عقب افتاد. امید پسرم به همسرش کیمیا به پاریس میادن. هم سفر اونها شدم سری هم به شماها بزنم. خوب کردی. باد خیلی کار دارم. راستش رو بخواهید من حالا معتقدم شاروخ هم مانند نزدیکانش از وضع خود آگاه بود. ولی دو طرف نمیخواستند همدیگر را ناراحت کنند. نگران نگرانی یکدیگر بودند. اون شب هنگام خداحافظی شاروخ متوجه لباس نامناسب من شد. پوشاکی که برای بهار و هوای تهران همراه برده بودم. گفت خیلی ییلاقی آمدی. بارانی خودش را که از چوب رختی آویزان بود تعارفم کرد. گفت من فعلا پالتو لازم ندارم. این پالتو بارانی تا روز آخر اقامت پاریس به تن من بود. نخستین بار در 1375 که معلوم شد پلاکت های خون شاروخ زیاد است و احتمال سرطان می رود، احساس اولش برای غزاله دخترش بود و احساس دوم به نوشته خودش. نقشه های چندین ساله و دو سه کار ناتمام از جمله ادای دین به مادرم، فردوسی و مرتضی. دو دین را آخر را در واپسین سالیان عمر ادا کرد. کتاب مرتضی کیوان در 1382 در تهران منتشر شد و ارمغان مور دریافتش از شاهنامه اندکی پس از درگذشت او. اما دین اول در قبال مادرش که میدانی او را بیش از دوست داشتن میپرستیدم، در دفترهای منتشر نشده روزنامه نویسی ها و نوشته های دیگرش به نحو شایان ادا شده بود و دو سال پس از مرگش با عنوان سوگ مادر در تهران به چاپ رسید. شاروخ احساس سومی هم داشت. می نویسد از همه عجیب تر این که انگار با تنم بیگانه شدم و تنم با من غریبه، نامحرم است. مثل دو نفری که همدیگر را نشناسند و علاقه ای هم به شناختن یکدیگر نداشته باشند، وقتی در جایی یا راهی به هم برخوردند و روز دیگر از هم جدا شدند. دو مسافر شبی در کاروانسرایی بیتوته کردند و صبح روز بعد رفتند، هر کسی بار خودش، راه خودش. این حس قریب قربت از خود خیلی برایم تازگی دارد. تنم فقط زندان من نیست، دشمنی آب زیر کاه است. تا حالا مرگ مثل سایه‌ای همراه و پشت سر من بود، اما حالا دیگر این سایه جلودار و راه نمای من است و من زیر این سایه و به راهی که او می نماید می روم. باید عجله کنم. شاید بتوانم کمتر بخوانم و بیشتر بنویسم با این دست چلاق. دارم کم کم خودم را با فکر مرگ در آینده نزدیک آشنا می کنم، اما نه با بیچارگی و درموندگی ماه‌های آخر سهراب. فکر سهراب سپهری که به مرض مشابهی سرطان خون مرده بود رهایش نمی‌کرد. می‌نویسد شاید در سرطان خون هر گلبول تیغی است که تار رگ‌ها را می‌خراشد تا در گودال قلب فرو رود. بی خود نبود که در پاسخ پرسش های پزشکش به تهاشی می پرداخت. در خواب عرق می کنی؟ نه. سرفه چطور؟ نه. صبح دست و پایت می خارد؟ خارش داری؟ نه.
دستدگاهی سفید یا بی‌حس می‌شود مرمور نگذاشتم سوالش به آخر برسد جواب دادم نه تا هیچ یک از نشانه های سرطان خون در من نباشد انشالله گربه است اما اگر خبری باشد ناچار باید با این مهمان دزد ناخونده که در مغز استخوانم جا خوش کرده یک چند کنار بیایم تا وقتی که تمام خانه را اشغال کند و مرا از خودم بیرون بیاندازد. دو سه روز اول که حالش بهتر بود بسیاری از حرفهایش را من زد. از سفارش های مربوط به دخترش و یادبود مادرش که بگذرم بقیه همه درباره کارها و نوشته هایش بود. اون که چاپ نشده و پراکنده مونده، تحقیقات دینیش، خاطرات پیش از روزها در راه که به چاپ نرسیده، نامه هایش، شعرهای ایام جوانی، شکار و و و. دلواپس آخرین نوشتهش بود که در تهران در دست چاپ بود. و برای غلطگیری نهایی فرستاده شده بود. بیش از نیمه از اون را هنوز تصحیح نکرده بود. از من خواست بقیهش را بازخوانی و آماده چاپ کنم و به ناشر برسانم. ارمغان مور، جستاری در شاهنامه را چند ماه بعد نشرنی در تهران منشر کرد. نگران یادداشت‌هایش درباره شاهنامه بود که بی توجه نماند. گفت مجلدات شاهنامه بروخیم را در جوانی و شاهنامه چاپ مسکو را در سالهای آخر حاشیه نویسی کرده است. دلش می‌خواست اینها و یادداشت‌های پراکنده‌اش درباره شاهنامه در اختیار یک دانشگاه یا پژوهنده‌ای دلسوز نهاده شود. معتقد بود مقایسه حاشیه‌نویسی های این دو متن دگرگونی دیدگاه و سیر تحول فکری او را در گذار زمان درباره شاهنامه فردوسی به دست می دهد. شاهرخ لابد تا حالا فهمیده اید آدم بسیار شوخی بود. به خودش بیش از هر کس می‌خندید. در حاضر جوابی کم نظیر بود. من و او عمری یکدیگر را دست انداختیم و به ریش دنیا خندیدیم. روز دومی که در بیمارستان به دیدنش رفتم دست چپش را که روز قبل سالم می نبود از بالا تا پایین پانسمان کرده بودند. منوچهر پیروز دوست و همکلاسی دبیرستان و دانشگاهمون نیز آنجا بود. گفتیم این چیست؟ گفت دیشب می‌خواستن سرم‌ها را که مدتی است در دست راستم است به دست چپ وصل کنند. هر چه گشتن نتوانستن رگی پیدا کنند. دستم را هم زخم و زیلی کردند. گفتیم چرا به آنها نگفتیم من رگ ندارم؟ لبخندی زد و گفت آخه جانم همه چیز را که نمی‌شود به همه کس گفت هم خودت را لو می‌دهی هم دوستانت را شب چهارم دمدمای سحر خبر دادند که حال شاهرخ رو به وخامت گذاشته است در بیمارستان چشم‌هایش بسته بود و دیگر به خود نبود شاهرخ ساعت 3:30 بامداد روز سه‌شنبه 23 فروردین 1384 جان باخت. پیکرش را به سردخانه بیمارستان بردند و قرار شد از خانه برای او لباس بیاورند و صبحگاه برای وداع نهایی با او به بیمارستان برویم. بدرود ما با شاهرخ آسان نبود.
خواهرش مهرنگیز و خواهرزادش احمد و من را به اتاق برهنه با دیوارهای آجری در محوطه بیرونی بیمارستان راهنمایی کردند. شاروخ وسط اتاق آرام و بی دغدغه در تابوت مزینی آرامیده بود. 50 ساله می نمود و بر گوشه لبش تبسمی آسوده نقش بسته بود. نتوانستم تاب بیاورم. خم شدم و اشک در چشم صورتش را بوسیدم. احمد و مهرنگیز هم او را غرق بوسه کردند. وقتی راسکین می مرد، پروست گفت مرگ این مرده چه ناچیز می نماید، چون می بینم چه نیرومند زنده می ماند. من هم این گونه حالتی داشتم. مرگ چنین خواجه نکاریست خورد. از دوست از دست رفتم دیگر چه بگویم؟ من هنوز باورم نمی شود که او برای همیشه رفته باشد. وقتی یکی از نزدیکانتون به سفری دراز می رود، چه احساسی دارید؟ چند سالی است که او را ندیده اید، اما از او بی خبر نیستید. من کمتر روزی است که با آثار شاروخ، نوشته ها و اوراق برجامانده‌اش و حتی صدایش روی نوار سر و کار نداشته باشم. گاهی بی اختیار دستم می رود سوی تلفن، گوشی را بر می دارم، شماره او را می گیرم که سؤالی بکنم و ناگهان به خود می آیم که او در بستر خاک آرمیده. نیچه می گوید بعضی افراد پس از مرگ به دنیا می آیند. چقدر این حرف در مورد شاروخ صادق است. من در عمر نسبتاً درازم انسان‌های خرد و کلان زیاد دیدم، اما هرگز کسی را به انسانیت شاروخ ندیدم. الان که این را می نویسم حس می کنم کنارم ایستاده است و متلکی می گوید. شاروخ در خواب هم دست از سر من بر نمی دارد. خواب او را زیاد می بینم. چند شب پیش در کنار زاینده رود در بیشه حبیب قدم می زدیم. گفت تازگی خواب مادرش را دیده. مادرش به او گفته به زودی پیش تو می آیم و افسوده پدرت را در خواب دیدم، از تو شکایت دارد. پریشان از خواب پریدم. شاروخ عاشق زندگی بود. می گوید هیچ دلم نمی خواست عارف بودم و پیش از مرگ می مردم. همین دنیای دون را متاسفانه بیش از عالم الوی می پسندم. عاشق بیمار این عجوزه هزار دامادم. شاروخ بی اندازه احساساتی بود. اشکش به آسانی سرازیر می شد. ولی طنز دلربا و خنده های زیبای او فراموش نشدنی است. شاروخ عاشق ایران بود. با زبان فارسی عشق می‌ورزید. می‌گوید ایرانی بودن گرفتاری‌ها و بدبختی‌های فراوانی دارد. زبان فارسی همه را جبران می‌کند. فرهنگ ایران را وطن خود می‌دانست. با همه مهرش به وطن از بد روزگار 25 سال آخر زندگیش را در خارج زیست و 12 سال نهایی را در پستوی یک دکه عکاسی. تا چند سال پیش از درگذشتش صبح تا ظهر پا
پشت پیشخان این دکان میستاد و دکانداری میکرد و بعد از ظهر و شامگاه به خواندن و نوشتن میپرداخت و این ستمی بر ما و بر فرهنگ ما بود. در پایان این مقاله دردمند اجازه دهید چند گفته و نوشته چاپ شده و چاپ نشده از شاهرخ را بیاورم. جوان که بودم میخواستم دنیا را عوض کنم. نشد. دنیا مرا عوض کرد. مشکل من نمیتوانم دنیا را عوض کنم، نه این را که هست بپذیرم. من در زندگی هرگز دنبال آسانی نبودم، چون هیچ چیز زیبای ارزیدنی آسان نیست. دنبال آسانی نباید بود، چیزی که گرفتاری ما ایرانی هاست. ما ایرانی ها همه مردمی هستیم که پرسش نمی کنیم، در عوض پاسخ همه چیز را داریم. آدم باید کار را جدی بگیرد و خودش را برعکس به جد نگیرد. من نوشته هایم در حقیقت برایم درمان دردهای روحی است. اگر فردوسی نبود زندگی من چقدر فقیرتر بود. یادش روشنایی و بلندی است. پیری دم درگاه ایستاده است و وراندازم می کند. وقتی به آینه نگاه می کنم می بینم از توی چشمهای خودم دارد نگاهم می کند. به روی خودم نمی آورم و طوری رفتار می کنم که انگار نیست. ولی راستش توی تن خودم خانه کرده و دارد مرا از اونجا می راند. آرام و سمج به بیرون می راند. مرگ ماهی سیاه ریزه است که در جوی تاریک رگ‌های تنم را دور می‌زند. مرگ تنهایی است، بدون احساس تنهایی. ایران عزیزم، ایران جاهل ظالم، ایران کوه‌های بلند و بیابان‌های سوخته و آفتاب وحشی و رفتگان و مندگان عزیز، دلم برایت تنگ شده. ای بی وفای ناکس دور، با این بیداد تبهکاران، وای به حال آیندگان.